عزاده و اعتراف دارم به شما امیران از ارجمندم رضا کیان برنامه را هدایت میکنم. از سپاس گذارم. اروپا تصمیم گرفته که خودش رو برای زمستان سخت آماده بکنه. از حالا دارم توصیه میکنم به خانواده ها که سعی کنید در زمستان در یک اتاق هم زندگی کنید با هم، همه اعضای خانواده، هم خورد و خفت در یک اتاق باشه که بتونید در مصرف انرژی صرفه جویی کنید. یا تمام ویترین هاش شب تا صبح خاموش خواهند بود. خیابون های روناری دیگه ما در اروپا نخواهیم داشت. تابلوها خاموش میشه، تابلوهای الکتریکی، تابلوهای نئون و و بریم تصمیمات. یکی دیگه از مهمترین اتفاقات داره میفته، باز این به اصطلاح آغاز بحث درباره بازگشت به انرژی هسته ایست و به راه انداختن حتی نیروگاه های اتمی که قصد تعطیلی اونها رو داشتن یا برخی رو در واقع نیمه تعطیل کرده بودن. این شده یه بحث جدی، حتی سیاستمداران سبز که مخالف نیروگاه اتمی بودن امروز متقاعد شدن که این تنها راهه برای اینکه بتونن استقلال خودشون در برابر پوتین حفظ بکنن. این تمام معادله رو به هم زده و تمام محاسبات ولادیمیر پوتین رو، چون انتظارش این بود که به خاطر نیاز اروپا به گاز روسیه، اروپا به تدریج از خواستهای روسیه تمکین بکنه، پشت سر اوکراین نیسته. اینطور نشد. اروپایی ها تصمیم گرفتن، عزم جزم کردن که از اوکراین حمایت و پشتیبانی کنن. کشور بزرگ صنعتی که اصلا معاملات خودش رو با روسیه در قلمرو ارسال گاز فسخ کرد، انگلیس ها بود. اتفاق خیلی مهمی است. با کی هستیم؟ با کارشناس برجسته نفت و گاز آقای دکتر باسم بیات عزیز. ببینیم که واقعا اروپا نگران زمستان سخت آینده باشه و تحولاتی که در این زمینه رخ داده به نظرم اتفاق بدی در دنیا رخ، ولی داره سرنوشت بشریت عوض میشه. یعنی ما دوباره سر یه پیچ قرار گرفتیم. خیلی ها دارن دست به ابداع و برنامه ریزی هایی کردن برای اینکه بتونن استقلال خودشون رو در قلمرو انرژی حفظ بکنن. دکتر بیات درود بر شما. درود بر شما جناب میبودی و همچنین همه بینندگان برنامه خوب شما. اتفاق بدی که احتمالا نتایج خوبی به دنبال خواهد داشت، نظر شما چیه؟ منم دقیقا همینطوری فکر کنم. البته اگر یک کم فرصت بیشتری بود اروپا سختی کمتری از نظر انرژی میکشید، ولی با اتفاقی که افتاده این بود که اینها سالها اومدن و یعنی آینده خودشون رو به دریافت گاز از یک کشور دیکتاتوری وابسته کردند و این برای اروپا بسیار اشتباه بزرگی بود. بازگشتن به نیروی انرژی اتمی خب البته برای اروپا عملی هست، چون هم تکنولوژیش رو دارن، هم متخصصین این کار رو دارن و این کار انجام خواهد شد. منتها اتفاقی که میفته این هست که الان در حال حاضر امریکا با سرعت بسیار در حال ساختن تأسیسات گاز مایع هست که از جنوب تگزاس و لوئیزیانا این دستگاه‌های گاز مایع رو مستقیما میبرن به آلمان و به کشورهای دیگه اروپایی که نیاز دارن میرسونن. اینجا البته استثناء انگلیس هست که دارای منابع نفت و گاز وسیع خودش هست در دریای شمال، ولی کشورهایی مثل فرانسه، آلمان، اسپانیا و دیگر کشورها که تأسیسات نفتی ندارن، امکانات تولید نفت و گاز ندارن، سرما رو خواهند کشید برای احتمالاً این زمستان. آقای دکتر بیات، بنابراین آمریکایی‌ها میتونن این کمبود گاز در اروپا رو جبران بکنن؟ جبران کامل اون عملی نیست، ولی با صرفه‌جویی عملی هست. یعنی هم خود آمریکایی‌ها در آمریکا باید در مصرف انرژی صرفه‌جویی بکنن تا گاز بیشتری آماده باشه برای فرستادن به اروپا، و هم خود اروپایی‌ها در مصرفشون صرفه‌جویی کنن. اون چیزهایی که شما فرمودین، مثل این که مثلا نیازی نیست که تمام این مراکز خرید در تمام شب و روز مثلا
این نورافکن های قویشون کار بکنه، پارکینگ ها همشون چراغ هاشون شبانه روز باشه یا ادارات چراغ هاشون روشن باشه، این نوع صرفه جویی ها رو باید بکنند و در این صورت زمستان سخت خواهد بود، ولی نه خیلی سخت، و تا سال آینده به احتمال زیاد این مشکل برطرف خواهد شد. شاید مثلا در هلند دیگه تصمیم گرفته تا استخرهای سرپوشیه در مجموعه های ساختمانی مسکونی اینا دیگه حق ندارن اینا رو گرم بکنن تا 19 درجه، مثل که آزار 19 درجه سانتیگراد، ولی بیشتر نه، یعنی حتی کار به اینجا کشیده. و خب خود اینا البته به نظرم تلیه یک دوره خیلی خوبه دیگه آقای بیات. بله من فکر میکنم اروپا رو به فکر انداخته یک کاری انجام بدن برای استقلالشون، اینقدر زیر بار کشور قدرت دیکتاتوری مثل قدرت شیطانی آقای پوتین نرن. چند استفاده داره، یکی این که خب شاید این سطح زندگی که در امریکای شمالی و در اروپا ما برای خودمون ایجاد کردیم باید یک مقدار تعادلی درش پیدا بشه، چون اگر واقعا فکر کنیم به مقدار کافی برای رسیدن به همه دنیا که یک سطح معادل امریکای شمالی و اروپا داشته باشند، ما اون مقدار هنوز انرژی نداریم، با اینکه در حال پیدا کردن راه‌هایی هستیم که من خدمتتون توضیح خواهم داد، مثل انرژی خورشیدی که مقدار زیادی از اون رو جبران کنیم، ولی باید یه مقدارم تعادل در زندگی ها پیدا بشه تا اونجایی که ممکنه از وسایل عمومی استفاده بشه برای حمل و نقل، مثلا به جای اینکه هر کسی یک دونه ماشین داشته باشه. باید درجه حرارت خونه ها رو در زمستان پایین‌تر آورد و در تابستون بالاتر گذاشت تا اینکه انرژی کمتری مصرف بشه. اینها یک اعتدال بیشتری رو به زندگی خواهد آورد، به اضافه اینکه خب سبب خواهد شد از نظر استراتژیک هم کشورهای اروپایی فکر بکنند که وابستگی شدید اون اندازه که پیدا کرده بودند برای انرژی که مهمترین نیاز اروپاست براشون مناسب نبود. دکتر بیات، این کمپانی های بزرگ نفتی که درآمد های نجومی داشتن در این دوران، جالبه که خودشون الان در پی یک وضعیت جانشین هستن برای انرژی فسیلی. بله نظرتون کاملا درسته، نظرتون کاملا درسته، و من به اون اضافه میکنم که این شرکت های نفتی با درآمد های نجومی الان درآمدهاشون نجومی تر هم داره میشه به قیمت بالای نفت و گاز. منتها شرکت های نفتی دو کار دارن انجام میدن که هر دو نوع این کارها درآمد فراوان براشون خواهد آورد. نوع کار اول این هست که با تأسیس دستگاه های متعدد برای گرفتن گاز کربونیک از دودکش های پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و ایستگاه های تولید برق و تزریق اون به زمین، مقدار زیادی از اون گاز کربونیک رو میگیرن. در نتیجه این انرژی دیگه، اون مقدار گاز کربونیک دیگه باهاش وجود نداره، چون اون گرفته میشه و به زیر زمین تأسیس میشه. و این فعالیت حقیقتا بالا گرفته در امریکا، و دولت هم در لایحه اخیرش دو نوع امتیاز مالیاتی ایجاد کرد که این فعالیت ها رو فوق العاده زیاد خواهد کرد. یکی این که شما هر تن گاز کربونیک رو که از دودکش های این دستگاه های تولید گاز کربونیک، همه سوخت فسیلی هستند دیگه، مثل پالایشگاه، پتروکمیکال، ایستگاه های برق، برای هر یک تن اون که بگیرید و به زیر زمین تزریقش بکنید، $180 به شما میده. و اگر راه دومی رو که شرکت های نفتی دارن انجام میدن، ساختن دستگاهایی هست که مستقیما از خود هوای معمولی توی شهرها، حاشیه شهرها، هر جایی که هست، گاز کربونیک رو میگیره از هوا و اون گاز کربونیک رو زیر زمین تزریق میکنه. برای اون لایحه اخیر $800 برای هر تن گاز کربونیک پول گذاشته، و البته این اعدادی بود که شاید از یک سال قبل ما میدونستیم که داریم روی این پروژه کار میکنیم. مثلا حتی شرکت کوچک من
در یکی از بزرگترین پروژه های اینها با شرکت اکسیدنتال هست. حالا من دیگه اسمش هم میتونم بگم چون اینها اعلام شد. بار گذشته که باهاتون صحبت کردم هنوز اعلام نشده بود. شرکت اکسیدنتال مقدار وسیعی گاز کربونیک رو از جنوب ایالت لوئیزیانا از تمام اون دستگاهی که عرض کردم میگیره و حدود 100 مایل اینها رو با لوله میفرسته به این ایالت به خصوص لوئیزیانا، به شمال لوئیزیانا در یک منطقه ای که اسم اونجا هست آلن پریش، پریش به اینا میگن و این رو 5000 پا زیر زمین تزریق میکنیم و یک منطقه معادل 25000 ایکر رو از تأسیسات ما، از زمینهای ما به اونها واگذار شده برای انجام این کار. این فقط یکیشه. حالا همه شرکت های بزرگ مثل اکسان، شل، تمامشون دونه به دونه دنبال این نوع کار هستن. پس شرکت های نفتی از طریق این میخواهند طول عمر مواد فسیلی رو تا اونجایی که ممکنه طولانی تر بکنن، یعنی کمتر نمیشه. انرژی رو به ما میده بدون اینکه عواقب گازهای گلخانه‌ای داشته باشه. و راه دوم هم که شرکت‌های نفتی بازم به دلیل سرمایه‌های فراوان که دارن، متخصصینی که دارن و امکاناتی که دارن، از راه تأسیس بزرگترین مزرعه‌های برگ‌های خورشیدیه که همین الان وسیع‌ترینشون در امریکا از سال 2000 تقریبا 13 شروع شده تا به حال و هر ماه تعدادی از اینها داره تأسیس میشه. مثلا طبق آماری که من تازه نگاه کردم، طبق این آمار دولت امریکا میخواد که حدود 250 گیگاوات که مقدار عظیمی است انرژی از اینها تولید بکنه و خود دولت امریکا اعلام کرده که تا سال 2050، از حالا تا سال 2050 میخواد 45% تمام برق مصرفی امریکا از انرژی خورشیدی بیاد. بنابراین شما میبینین که همونطور که شما گفتین این سبب یک تغییرات اساسی در زندگی میشه. و بعد اومدن وام های مالیاتی گذاشتن برای ماشین هایی که برقی هند و از این به بعد مالیات های فراوان کمک هست به اینکه تأسیسات شارژ کردن این ماشین های برقی رو در سراسر امریکا بیان توسعه بدن، یعنی درست همونطوری که پمپ بنزین بوده اونها رو توسعه بدن، به اضافه اینکه باتری های این ماشین ها دیگه طول عمر طولانی داره، یعنی شما میتونید تا 150 یا 200 مایل هم باهاشون برید. یعنی من فکر میکنم شاید 10 سال آینده ما به یک نوع دیگه ای از امریکا نگاه میکنیم. حالا آیا دولت چین با تقریبا 1.5 بیلیون جمعیت که میخواد سطح زندگیشون رو به سطح زندگی غرب برسونه و اینقدر نیاز به انرژی داره، آیا اونها هم همین نوع سرمایه گذاری را خواهد کرد یا اینکه هوای اون شهرها اونقدر آلوده خواهد بود که مردمشون در اونجا هم نتونن زندگی کنن؟ طبعا اونها هم راه ما رو خواهند رفت. بنابراین امید فراوانی هست که دنیا خیلی عوض بشه. جناب میبودی همینطوره. چینی ها که موانع متعدد داشتن، موانع زنجیری در برابر اقتصادشون بهش از دوره آغاز کرونا، حالا مشکلات جدیدی اضافه شده که واقعا داره چین رو، اقتصاد چین رو تا حد زیادی زمینگیر میکنه. یکی همین مسئله کمبود برق، کمبود آب. بزرگترین دریاچه آب شیرین امروز اعلام شده که خشک شده، کاملا خشک شد و این چینی ها رو متوحش کرد، به اضافه همون مشکلاتی که کماکان در چین برجاست. و خب هیچ کس نباید خوشحال بشه از اینکه چین زمین بخوره، چون به سود دنیا نیست. اما امیدوار بشیم که اینا بتونن به رشد خودشون ادامه بدن. با آقای دکتر قاسم میاد عزیز هستیم تو شوید. بنابراین شرکت های نفتی که تا به حال متهم بودن به اینکه با انرژی فسیلی، یعنی انرژی ناپاک، دنیا رو آلوده میکنن، دارن انرژی فسیلی رو پاک میکنن.
کاملا همینطوره. خدمتتون بگم تقریبا 3.5 سال قبل من در یک کنفرانس در دالاس رفتم که این کنفرانس مخصوص تولید کنندگان برق بود که از سراسر امریکا آمده بودن و موضوع سخنرانی من همین بود که ما در صنایع نفت تمام تکنولوژی لازم برای گرفتن این گازهای گلخانه‌ای و تزریقش رو به زیر زمین داریم. همه به من گفته بودن اگر در یک چنون مجمعی من برم این سخنرانی رو بکنم مقدار زیادی گوجه فرنگی و نمیدونم اینها نصیبم خواهد شد، ولی من به شما میگم حدود 5 دقیقه برای من اینا دست میزدن. این 3.5 سال قبل بود و بعد همین سالی که گذشت در کنفرانس بزرگی در شهر هوستون از حدود 10 یا 12 مقاله‌ای که عرضه شد، 3 تای اولش راجب همین روش بود که شرکت‌های مختلف نفتی دارن انجام میدن. خب این به نفعشونه، هم تکنولوژیشو دارن، هم سرمایه‌شو دارن و هم آینده صنایع نفت رو تضمین میکنه. از این بهتر براشون نمیتونه باشه. جالبه. اون آقای دوشمیار، مکانیزم تزریق گاز کربونیک به عمق زمین چیه؟ خب مثل هواست، مثل گازه، مثل اکسیژن توی هواست یا نیتروژن. ما این رو وقتی که جدا میکنیم از سوختی که از این دودکش‌های این پالایشگاه ها یا دستگاه های تولید برق مثلا زغالی و غیره میاد، این رو جدا میکنیم، بعد میشه تقریبا گاز کربونیک خالص حدود مثلا 96-97% خالص. این رو بعد پمپ میکنیم، تحت کمپرس میکنیم، با فشار توی لوله میفرستیمش و بعد در جایی که میخوایم تزریقش کنیم در اونجا هم مجددا فشارش رو بالاتر میبریم، طوری که این تبدیل به مایع میشه، یعنی عملا مثل آب میشه، با یک وزنی تقریبا نصف وزن طبیعی آب. اون وقت با اون پامپ های مخصوص در چاهایی که حفر شده برای تزریقشون میتونیم این رو تزریق کنیم و به لایه هایی میفرستیمشون که این لایه ها لایه های شنی هستند و در این لایه های شنی فقط آب نمک وجود داره، چیز دیگه ای توشون نیست. اینو که تزریق میکنیم اینها آب و نمک رو کنار میزنن و تمام خلل و فرج این لایه های زیرزمینی رو پر میکنن. حالا اگر اون لایه ها مثلا از نوع آهکی باشند، به تدریج این گاز کربونیک در طول ده ها سال یا صدها سال تبدیل به جزئی از خود اون سنگ ها خواهد شد. اگر شنی باشه نه، در همونجا برای ابد می نشینه و کاری هم نمی کنه و ما باید تا 100 سال تضمین بدیم که این گاز رو ما می تونیم در اونجا نگه داریم. بنابراین عارضه زیست محیطی نداره؟ نه خیر، درست به عکس. برعکس. یعنی الان اگر ما به عواقب این گازهای گلخانه‌ای که سبب گرم شدن هوای زمین داره میشه فکر کنیم که یخهای قطبی داره میره، شما اینو هر روز توی فیلم ها دارید میبینید، طوفان‌های شدید، سیل شدید، خشکسالی از یک طرف و بعد سیل از طرف دیگه و بعد آب بالا آمدن آب دریا، خیلی خسارات عظیمی به دنیا خواهد زد. در نتیجه هیچ راهی الان دیگه کشورهای دنیا ندارن. مدت ها همه این رو اذعان نکردن که این حقیقته. خیلی از حتی در خود امریکا، از احزاب امریکا میگفتن نه این ساختگیه، ولی الان که دیگه داریم میبینیم تعداد این نوع طوفان ها در خود امریکا چقدر شده، سیل ها چقدر، آتش سوزی ها چقدر شده، حالا ببینید در بقیه دنیا. اروپا مثلا داره میسوزه قسمت وسیعش به دلیل گرم شدن هوا. این هست که این یک حقیقت دیگه، این رو الان پذیرفتن همه، مگر کسانی که هنوز خیلی سخت کوش هستن که در یک حقیقت رو بپذیرن. و راهش هم همونه، راهش اینه که این گازهای گلخانه ای رو نگذاریم توی هوا بره و اگر در هوا رفته از هوا بگیریم و زمین تزریق کنیم و برای انرژی بیشتر که دنیا لازم داره تلاشمون رو روی هم انرژی خورشیدی بگذاریم و هم انرژی بادی. مثلا تگزاس الان با اینکه بزرگترین تولید کننده انرژی فسیلی در امریکا هست، ولی بزرگترین تولید کننده انرژی خورشیدی و همچنین انرژی بادی است. کالیفرنیا مثلا پیشرو هست در این صنایع. من یک فهرستی رو برای خودم تهیه کرده بودم، چون ما هم داریم روی اینا کار میکنیم و الان ما منتظر هستیم که یک مزرعه خورشیدی بسیار وسیع مثلا با 10,000 ایکر ایجاد بکنیم با همکاری یکی از شرکت های بزرگ،
برای همین من ناچار بودم برم تمام جزئیات صنعتی اینها رو تحقیق بکنم. دیدم چقدر این فعالیت ها عظیم شده، یعنی 2011 12 13 شروع شده ولی الان فوق العاده وسعت پیدا کرده. شما خودتون هم میدونین دور و بر سفر بکنین در کالیفرنیا میبینین که تا چه اندازه این تاسیسات زیاد شدن، چه بادی چه انرژی خورشیدی. با اینا به صرفه بوده، یعنی بازدهی داشته از در اول که اینا رو تاسیس میکردند همش هدف تحقیقات بوده و بعدم مالیات های دولت، ولی الان به جایی رسیدی که قیمت گاز و نفت اونقدر بالاست که شما اگر بخواید برق رو مثلا با گاز تولید کنید خواهید دید که هزینه‌اش چقدر بالا خواهد رفت. بنابراین همه اونایی که هنوز خونه هاشون سقف هاشون از این سولار پنل ها نگذاشتن، من بهشون پیشنهاد میکنم این کار رو بکنند، چون قیمت برق قرار خیلی بالا بره، چون قیمت گاز و نفت بالا خواهد رفت. اون پیش بینی شما اینه که قیمت برق بالا میره؟ بله، به دلیل اینکه من پیش بینیم راجع به نفت و گازه، ولی چون اینها همه نفت و گاز رو به کار میبرن طبیعی است که باید قیمت برق هم بالا بره. ولی انرژی خورشیدی سرمایه گذاری اولیه داره وقتی که اون انجام شد، و برای اونم انواع و اقسام مالیات ها رو دولت مثلا 30% به شما تخفیف به کمک مالیاتی میکنه که بیاد یک چنین سرمایه گذاری بکنید، یا این پول رو قرض به شما میده که شما بیاین یک چنین سرمایه گذاری بکنید، و بعد شما میدونید که دیگه برای آینده قیمت برق شما ثابت خواهد بود برای 20 سال آینده، و این بسیار مؤثر خواهد بود در برنامه ریزی زندگی. شاید بگیم جنگی که پوتین به راه انداخته چه تأثیرات شگفتی در دنیا داشته. میگن یک نسل زیر تأثیر پیامدها و عوارض این جنگ ناچار زندگی بکنه. یکی تورم بوده، یکی گرانی، حضورت که از کنم، یکی فقر، یکی بی‌غذایی، و تأثیرات دراز مدتش. و بدتر از همه اینی که شاید به نظر من شانس بزرگ دنیا بود که پوتین دچار اشتباه محاسبه شد. اگر محاسباتش درست از آب در می اومد، اگر آمریکا تمکین میکرد، اگر اتحادیه اروپا همونطور که از آغاز خواهان این بود که اوکراینی های چیزی به پوتین بدن قال قضیه کنده بشه، این در واقع کاری کرد که آقای ولادیمیر پوتین که دنیا به فکر بیفته. یا آقای کلیفرد کارشناس نظامیه میگه دیکتاتورها وقتی با چالش های بزرگ روبرو میشن جنگ به راه میندازن برای اینکه چالش ها رو پوشش بدن. میگه برید ببینید که پوتین با چه چالش هایی روبرو بوده که ناچار به راه اندازی این جنگ شده. به نظر من حرف اساسی است دیگه، برای ما ایرانی ها به خصوص، برای ما ایرانی ها که دیدیم ایران چه اتفاقی افتاد. همیشه اینطوره و عواقبش چند نسل طول میکشه تا برطرف بشه. آقای بیات، وقتی الان رسم میکردیم، خب وقتی متاسفانه نداریم، پرسش دیگری داشتم میذاریم برای برنامه بعد، چون وقتی مقایسه میکنیم الان تکنولوژی که کمپانی های نفتی در آمریکا اون رو دارا هستن، اون وضعیت حقیر و نظاری که صنایع نفت ما دارن، آدم دچار ترس میشه که جمهوری اسلامی چرا این انتخاب کرد. اختلاف در همینه، یکی مدیریت یکی تخصص، که البته مدیریت خودش یک تخصصه. تشکر میکنم. خیلی متشکرم جناب مهبودی. سپاسگزارم.